بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولين حديثك إمام نووي رحمة الله عليه کتابشان اربعون نبوی را شروع کردن، این حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه و ارضاه، حدیثی که درباره نیت، این حدیث بسیار بزرگترین حدیث است که بعضی عالمان گفتند که نصف اسلام است، برای آن که اسلام عبارت از عمل، از عمل که هست، عمل احتیاج به موافق شریعت شدن دارد و خالصاً لله دارد. یعنی مادامی که عبادت خالص برای راضیگی خدا شود و موافق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شود، عبادت مقبول است. دو شرط که دارد و این نصف تمام عملها که به واسطه حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه می شود، بنابراین عالم ها گفتن که این حدیث نصف اسلام است. بعضی عالم ها گفتن که اینه ثلث الاسلام، این حدیث یک اسلام است، یعنی از سه یک اسلام است، برای آن که عمل انسان عبارت از عملهای قلبی و عبارت از عملهای زبانی و عبارت از عملهای یعنی جواره، عملهای اعضا است. و حدیث اینما الاعمال بالنیات، حدیثی که متعلق به قلب است، یعنی عملی قلب، و عملی زبان این دیگر عمل دویومینش، و سیومینش عملی اعضا، عملی بدن است، که بنابراین بعضی عالمان این از سه یکی اسلام گفتند. و امام شافعی رحمت الله علیه گفتند که اینه یدخل سبعین من ابواب الفقه، این حدیث 70 باب فقه به موافقت میکند، یعنی میدراید، یعنی هر یک باب کتاب فقه اگر ما بدایتش به حدیث انما الاعمال بالنیات مونیم، اگر یعنی موافقت میکند. گفتم طریقه درس همین که حدیث اول یبار ترجمه میکنم از سر تا آخره ترجمه تاجیکی، سپس هر یک لفظی که مصنف رحمت الله علیه ذکر کردن، یعنی به شرح و معنی داد آن شروع میکنیم ان شاء الله. عن امیر المؤمنین، مصنف سخنشان همجه سر میشد، اما حدیث الاول این قول مصنف نه. عن امیر المؤمنین، یعنی از امیر مؤمنا، ابی حفص، پدر حفص، کنیشان عمر ابن خطاب نامشان و نسبشان رضی الله عنه، میگویند که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که چنین میگفتم، عملها وابسته بر نیتها است، یعنی نتیجه عملها وابسته بر نیتها است، و هر شخصی که چی نیت کرده باشد همون را حاصل میکند، یعنی چی نیت خیر کرده باشد نیت خیر حاصل میکند، یعنی مکافات خیر، نیت بد اگر کرده باشد مکافات بد میگیرد. و انما لکل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، کسی که هجرتش به سوی پروردگار باشد و برای رسول الله، به سوی رسول الله باشد، هجرت یعنی می بیا ترجمهش، یعنی یک شهر پرتافته دیگر شهر برفتن برای راضیگی الله و برای راضیگی رسول الله باشد، این زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انده، فهجرته الی الله و رسوله، هجرت وی به سوی پروردگار است از روی حکم و از روی اجر و ثواب. و من کانت هجرته لدنیا، و کسی که برای دنیا حاصل کردن اگر هجرت کردگی باشد، فهجرته الى ما هاجر الى، او امراتی ینکحها، یا اینکه یک زنه که برای خاندار شدن اگر هجرت کردگی باشد، اگر هجرتش همون چی به هجرت کرده باشد برای همون است. این حدیث دو امام، امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیه روایت کردن. طریقه مصنف رحمت الله علیه همین که اگر یکم بار نام عالم یا نام صحابه ذکر کنن، سال و سیتر ذکر میکنن. بنابراین عن امیر المؤمنین گفتن، عن امیر المؤمنین، این حدیث از عمر امیر مؤمنا، عم کلمه عم معناش اصلش مجاوزه در لغت عرب
در علم نحو معنای کلمه عم یعنی مجاوزه، یعنی یک چیز از یک چیز برآمده. خرجت السهم من عن القوس مثلا، یا اینکه این حدیث از فلانچه روایت شد، یا اینکه مثلا تیر از کمان برآمد، از معنای عم از داره. عن امیر المؤمنین یعنی از امیر مؤمنا، امیر مؤمنا یعنی عمر بن خطاب، مؤمنا و امیر بودن، پادشاه بودن. عن امیر المؤمنین، عم گفتیم که معناش وقتی که از استادش گره دگر از فلانچی این روایت. بین امام نووی بین عمر بن خطاب یک چند آدم ها هست، برای اینکه عمر بن خطاب سال 23 هجری وفات کردن و امام نووی سال اصلی 600 زندگی کرده، آدم 631 تولد شده، 645 سال دیگه عمر دیدن، خیلی می 631 تولد شدن، 45 سال دیگه جمع کنید چند میشد؟ 686 شنه وفات کرد. 676 شنه گذشتگی آدم کجایو؟ اصری 23 گذشتگی آدم، یعنی سال 23 انچه فرق های مبیننده چند؟ یعنی 10 نفر 7 نفر آدم های، لیکن در مقدمه امام نووی گفتگی بودن که من اسنادش حفظ کرم گم، یعنی از خودم از فلانچی از استادم همی خیر تا عمره نمی برمو، بلکه یک بار از صحابه ذکر میکنم تا اینکه حفظ کردنش ازیاد شود برای همه، برای اینکه طالب علم خیر جدا کرده وقت جدا کرده ازیاد میکند سنده نام های مرد های، لیکن دیگر آدم هایی که عامه است برای آنها دشوار میشد. فقط حدیث یعنی سخن رسول الله خودش موندم تا اینکه برای آدم های عامه هم سبوک شود، تا اینکه فایده عمومی شود بودن. امام نووی بنابراین انعم ان امیر المؤمنین، امیر اصلی کلمه امیر امر، امر گفته کار میگود، امیر یعنی آن آدمی که امر میفرماد، کار میفرماد، امیر گفته میشه. ان امیر المؤمنین، امیر مؤمنا، اولین خلفای راشدینی که این لقب گرفتن این حضرت عمر ابن خطاب، لیکن عموم مطلق گریم بعض صحابه ها گرفتگی. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که یک سفر به یک انسان سفر به سردار کرد میفرستند، مردم میگوید که ما شما چی گفته خطاب کنیم، امیر گفته میفرستند پیامبر. سنه و آدم میگوید که من شما با امیر، شما مؤمن ها، امیر المؤمنین گویتا. بنابراین اولین آدمی که این لقب گرفتگی عمر نه، بلکه اولین آدمی که این لقب از بین چهار خلفای راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی گرفتگی آدم، این حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگوند که فرق ابو بکر و عمر به عمر و ابو بکر لقبشان خلیفه رسول الله بود. خلیفه یعنی یک انسانی که شما جاتون رو موندن برید برای کار شما دوام دادن. خلیفه رسول الله بود حضرت ابوبکر، هم به شیخ الاسلام میگن که حضرت ابوبکر بالا میچسبند، خلیفه پیغمبری الله بود، اما حضرت عمر امیر المؤمنین، سردار مؤمنان، فرقشون همین قده. بنابراین ان امیر المؤمنین، حضرت علی دویمین انسانی که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم امیری کردن برای مؤمنان، پادشاهی کردن 10 سال و 6 ماه برای مردم پادشاه بودن. امیر المؤمنین با انتخاب حضرت ابوبکر رضی الله عنه، که حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیش از وفاتشان گفتند که برای مسلمان ها این پادشاه عمر رضی الله عنه است. گفتند پیغمبر صلی الله علیه و سلم پادشاه خواستند که بعد خودشان معلوم کنند، گفتند که بیارید ابوبکر و پسر ابوبکر به نزد من دعوت کنید که من یک نامه نویسم که همون نامه را معلوم کنم که بعد من خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه می باشد، تا اینکه با مردم با خلاف نکنم، جنگ نکنم. گفت بیارتون نویسم. گفتم سپس بعد کم تر گفتم که نبیارتون. گفتم یعب الله والمؤمنون الا ابوبکر، من خواه نویسم الله تعالی و مؤمنان غیر ابوبکر دیگه کسی راضی نمیشم. گفتنو از دنیا وفات کردن. یعنی صراحتا پیغمبر صلی الله علیه و سلام مردم رو برآمده گفته که شون نه که بعد من ابوبکر خلیفه گفته که شون نه، لیکن همه میدونید حتی پیغمبرم زنده بودن، حضرت عایشه در حج پرسیده شدن که اگر رسول الله وفات کنه جای رسول الله کی میشینه، گفتن که ابوبکر. گفتن
این دلالت میکنه که همه مردم میدونست که از همه نزدیکترین انسان به رسول الله ابو بکر بودم. سنی عمر ابن خطاب رضی الله عنه بودم. بنابراین ابو بکر پیش از وفاتشان معلوم کردن که عمر پادشاه میشه. طلحه ابن عبید الله گفتن که ماذا تقول لربک و قد ولیت علینا فظا غلیظا. پروردگارت به چی میگوی ابو بکر وقتی وفاتشان، وقتی جانکنی شونده، میگوید که پروردگار به تو چی جواب میدی که و قد ولیت علینا فظا غلیظا. ما و یک آدمی قوپالگف و سخگف و سخگیر، یک آدمی سخت مانده برخصودی، پروردگار به چی جواب میدی؟ گفت عمده طلحه. برای آنکه عمر معلوم است برای همه شدت و سختیشان و سختگیریشان قوپالگفیشان معلوم آمده. هم به حضرت ابو بکر رضی الله عنه زبان براکتی گفتن که اقول له ولیت للمسلمین خیرهم. من پروردگارو میگم که اگر فرصت مسلمان ها و بهترینشان من پاشا کراندم. همه در آنجا بهترین که باشد همون پاشا کراندم افتن. حقیقت حضرت عمر وقتی که پاشا شدن بسیار ملائمی که زمانی خودشان هم در پیش نبود همون ملائمی ها آمد. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگم که ابو بکر ملائم بود، ابو بکر عمر سختگیر بود. هم با وقتی که بعد جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو بکر و عمر شنانده گفتن که همین اسیرایی که گرفتیم، یعنی از قریش، از مکه‌گی‌ها، از کافرا اسیرا گرفتن، همین اسیرای چه کنیم؟ گفت ابو بکر گفتن که یا رسول الله، ما یک آدمهایی هستیم که پول و مال و محتاج هستیم و این اسیرای هم یک امک بچه های خدا ما هست، کافر هست. بیایید یا رسول الله فدیه گریم و تیم اینا، یعنی هر یک تشه پول گریم و از اهل و آیلش گشته تیم ایهانه، ایهانم برو و چهرش به شاید یه روز نه روز مسلمان شود و ما هم پول گرفته کار بس کنیم دولت به. حضرت عمر رفتن که من فکری من امین که یک اون تشه کلش نمونه تمش پرانده شود. گفتم همین خیلی یعنی خلاف میکنم. سنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای ابو بکر، تو ابراهیم و عیسی و مانند گفتن از پیغمبران. ابراهیم که عیسی و مانند گفتن. ابراهیم علیه السلام یعنی اگرچه مردم ایمان نبیاردن و ها دعایی نیک کرده بودن، پروردگار یعنی هدایت کن گفتن، دعایی نیک میکرم، ملائم بودن. حضرت عیسی هم گفتن که پروردگار اگر این قوم من عذاب تی، اگر یعنی حقت های اگر عذاب نتی، اگر تو یک شخص ذاتی رحیم مهربان غفور هستی بخش ما، یعنی ملائم بودن. اما حضرت نوح علیه السلام روی زمیننده کافر نسخش نماند گفتن. اما الله تعالی گفت که یک کشتی سازو بالاش به مسلمان های گیر کمکک، یعنی خداتون شینتان که توفان بیاد. توفان اومد، دنیا ده تمام انسان ها باشد همش وفات کرد، یگانه همون کشتینگی ها نجات یافت خلاص. دعای بدی حضرت نوح سختگیر به کافر ها. موسی همین خیل یتیهون فی الارض 40 سنه، دعای بد کردن که این بنی اسرائیل گمراه کرد حتی که روی زمیننده گمراه شوند. 40 سال آیت شهر بیرون نیافتن، همین کنه بودن پتای دگر ری برومت اسفرای خوجانده نمیافتن، 40 سال چهارده گشتن گرده نمیجه. الله تعالی میخیل گمراه کرم آن. همین خیلی دعای بد کرده بودن کافران با عمر گفتن که تو عثمان و تو کیوه موسی و نوح و مانند و تو ابراهیم و عیسی و مانند گفتن. و ابراهیم از موسی بهتر اتفاقی علما کتی، عیسی از نوح بهتر، یعنی ابو بکر بهتر از عمر همین حالت هم دیم. لیکن شیخ الاسلام میگه که بعد اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشتن، ابو بکر بهم الله تعالی شد نکی پیغمبر مانم نیست میانه بودن. ابو بکر با این سخت پر ملایم هم نبودن، عمر با این سخت گیر هم نبودن، همشه جاشو میموندن. حتی وقتی که به کعبه رفته تواف میکرم بعد مدینه و هجرت کرم، شش تا تواف کرم، شش دور وقتی که تواف کرم، یک جانده عربای مکه کافر را تماشا کرم میشیش. هر وقتی که پیامبر تواف به توغره مهم بیانگر ساحر مجنون، ساحر مجنون، سهرگر جنی، سهرگر جنی بوده مسخره میکرن. پیامبر اقلا نگاه نمیکرن، گب نمیزدن، برفته هم میگرفتن. یکم دور، دویم دور، شش بار شد. سنه هفتم دور نیوکرنو یا معشر قریش، ای قریشی ها افتن، لقد جئتکم بالذبح، در حقیقت من قربانی کرم باندم همی توی افتن. همین گفت گوه همش خیسته آمده پیامبر صلی اللہ علیه وسلم عدستاشان قبده یا ابل قاسم، یا ابل قاسم، یا ابل قاسم. این
اگر آدم یک تا آدمو حرمت کنه اگر کنیش کتی نام میگریف اینها محمد مفتن اصلا یکی امروز با اون دینده ابوالقاسم ما تونده این خیل صفت ندیدگی بودیم تو این خیل نبودی گفته همه قابل شد نامشه یک دهن گفت این نامشه حکمت مگد جای سختی و سختی جای ملایمی و ملایمی موندم و بعد یک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از دنیا گذاشتن الله تعالی ابو بکر بهم شدت داد کمتر یعنی برابر شد کمتر سختی گریشن و ملایمیشان و عمر هم وقتی که پادشاه شدن الله تعالی مهربانی و ملایمی هم داد حضرت عمر به که موبین شدن هم به وقتی که یک جاهل پیش عمر ابن خطاب رضی الله عنه یک آدم واسطه کرده میدارد و مگد که یبن الخطاب ای پسر خطاب مگد پادشاه به خطاب کرساد ما عدل کن مگد تو مگد قسم به نام خدا که بین ما عدالت کتی حکم نکرسادی گفته وقتی که پادشاه گفت عمر مگد همین زدن به حرکت کرد که من گفتم که یا امیر المؤمنین ان الله عز و جل یقول الله تعالی میگد ای امیر مؤمنان الله تعالی میگد که بخشتون عفو کنتون وقتی که می آیت تلاوت کردم میگن فوالله ما تجاوزها عمر قسم به نام خدا که عمر بعد آیت شنیدن استاد و کان وقافا لکتاب الله و عمر بسیار باز استنده بود در نزد حدود قرآن همین قرآن که تلاوت کرده شد گوی پروردگار می استاد مجوه و این هذا من الجاهلین این یک جاهلا الله تعالی میگه که و اعرض عن الجاهلین از جاهلا روی گردان بود اینم یک جاهل روی گردان ای عمر بود که استادن حضرت عمر رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم 13 سال خود سال 23 هجری وفات کرده باشن اگر یعنی 40 سال دیگه 40 سال دیگه اضافه میکنید یعنی 40 سال پیش از هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تولد شدن حضرت عمر هم 63 ساله شده سن رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وفات کرده حضرت عمر سال 6 هجری 6 بعثت یعنی بعد 6 سال پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام را قبول کرد وقتی که قبول کردن 41 تا مردک اسلام قبول کرده بود خلاص یعنی 42 مردک درون 6 سال بود حضرت ابن مسعود میگن که از همون روزی که عمر مسلمان شد سنی ما به ملال کوچه برومده نماز خوندیم میکن برای آنکه عمر یکی از با آبروترین شخصیت ها در مکه بودن اما پیغمبر دعا کرده بودن که اللهم پروردگار و قوت اسلام با یکی از عمرها دوتا عمر بود یکتش ابو جهل ابو الحکم ابو جهل بود و یا الله تعالی هدایت نکرد لیکن عمر هدایت کرد هر دوشم شخصای با عبرو بود الله تعالی عمر هدایت کرد گفتن که یکتی همی ها کتی اسلام قوت دیفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن امیر المؤمنین ابی حفص پدری حفص یعنی پدری شیر پدری شیر یعنی ما گفتیم که شرط نه که پسر آدمان نامش باشد که فلان مثلا پسرشان حفص گفته که پسرشان نبود بلکه حفص گفته که دخترشان بود حفص گفته که پسرشان نبود حفص معنیش لغت عربی شیر اسد برای آنکه آدم یک صفت و اخلاق و آداب و یعنی رفتارش بشه مردم کنیه میمونه چخیله که علی گفتن که یا ابد تراب وقتی که خاک به غیر زده خارفتگی بود پیغمبر اومدن گفتن که پدری خاک خیز ابو هریره گربه گرامی گشت یا ابو هریره پدری گربه چه ها افتاد یعنی این پدری شیر به معنای اون که شیر بو این بود حضرت عمر رضی الله عنه هم به ابو شیر مفتن بین پدری شیر یعنی همین قیل عرب ها همو یک ادم لقب مونده نشانن کلمه اب کتی مگن حتی همون تاکسی چی ها یارز بینم گوساز کی یختش گوساز کی استمن کلینتا گیرگوده گره تاسوس کی لا هذا من ابر ریالین گوساز این پدری ریالین دو ریال میتیاد خلاص این ساس یعنی پدری دوست اون ساس یعنی همین خیل اگر یک کسی لقب موندنی شد پدری کدی میگره کنیه کدی نامش نمیگره دیو نمیدانه پدری فلانچی میگرد میمونه ابی حفصین پدری حفص امیر المؤمنین ابی حفصین عمر نامشان عمر ابن الخطاب داداشان خطاب داداشان کافر گذاشته که از دنیا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اگر نام صحابه هایشون این باید ما رضی الله عنه گوییم یعنی معنیش الله تعالی از اینها راضی شود تمام صحابه های به یکان فرقیت بین صحابه همه صحابه های باید یک خیل رضی الله عنه گوییم کرم الله وجهه نادرست باید رضی الله عنه گوییم که کلمه کرم الله وجهه در زمان گذشته از عالمان گذشتگان نبود این کلمه و این بعض اهل بدعت
برای اکرام علی برآوردند که اکرام علی در آن چیزی که پروردگار گفت. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله تعالی گفت که الله تعالی از صحابگان راضی شد و آنهایم از الله تعالی راضی شدند. یعنی همین خیلی الله تعالی روز قیامت به صحابگان کرام مکافات میدهد که یعنی به ها راضی میشوند. هم به ما رضی الله عنه میگوییم برای خدمت آنها. اگر صحابه های کرام برای ما خدمت نمیکردند، سخنهای رسول الله برای ما نمیرسانیدند، ما از پیغمبر و از قرآن بیخبر میموندیم. برای آنکه بین ما و بین قرآن بهترین قوم صحابه ها هستند. هر یک سخنی که از پیغمبر برآمد آنها ازیاد کردن مردم برساندن، بعد خود میموند که قرآن هم همین خل ازیاد کردن برای باقی مانده ها رساندن، همین خل برای ما اومد. آنها بین ما و بین دین ما واسطه هستند. بنابراین ما همه وقت برای آنها وقتی که ناموشون ذکر میکنیم رضی الله عنه میگویم، برای خدمت آنها به اسلام و به مسلمان ها، برای فای آنها حقی بزرگ دارن بر ذمه ما. ما پیش آنهاند زبان ما یعنی کلته آنها ما خدمت کردیم، همه ما باید در حق آنها دعا کنیم. رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، گفتن که سمعت یعنی شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که می گفتن. شنیدم این دلالت میکند که حضرت عمر رضی الله عنه مباشرتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن، برای اینکه صحابه های روایتشان دخیل میشن، یا مباشرتا پیغمبر شنیدگی یا اینکه به واسطه شنیدگی. حضرت عمر چه خیلی که صحیح بخاری اینده آمده است، باب التناوب فی العلم گون امام بخاری، باب درباره علم به نوبت نوبت کرام. سنه حدیثی عمر ذکر کردن که یک روز عمر رضی الله عنه سارا و گاو گسده همسایه گرام می رفت، همسایه آمده درس گوش میکرد و بیگاهی همسایه آن واقعه های و آن سخن هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمد و عمر به می گفتن. پگاه عمر آمده درس می نشستن، همسایشان سارا می رفت و با عمر برده نقل میکرن. همین جنده یک روز واسطه کدی، یک روز مباشرتا نقل کرن. این حدیث، حدیث عمر رضی الله عنه، اولین حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه کتابشان صحیح بخاریه که بعد قرآن است، همین حدیث کرد شروع کرن. و یک چند عالم ها اقتدا کردن امام بخاری و مانند ابن قدامه رحمت الله علیه المقدسی در کتاب عمدة الاحکام و اینچنین بغوی در شرح سنه و اینچنین خود امام نووی در تیت کتابشان در اذکار، کتاب اذکارشون های بعضی عالمان هم که بعید داره وشتری الاذکار، خانه فروشو اذکار خرمون، خانه تا روی حوالی هاش کتی فروشو کتاب اذکار خرمون از جهت قیمتیش، این نمال اعمال و بنیاد کتی سر کرم. و کتاب ریاض و صالحین که تمام مسجدهای دنیا امروز گرفتگی همونه، همه جانده همین بعد نمازهای عصر کتاب ریاض و صالحین خانه میشد برای مردم مسجدان به تمام می دنیا قبول داده گه. حدیث اینم الامانو بی نیاد که سر کرده، این چون این حدیثی مایم اینم الامانو بی نیاد که سر کرده. عبدالرحمن بن مهدی میگون که لو صنفت کتاب لجعلت هذا الحديث في مقدم كل باب، اگر من یک کتاب نویسم همین حدیث هر یک مقدمه هر یک باب بمی نویسم. یا که گفتن که من صنف کتابا فليجعل حديث عمر بن الخطاب في مقدمته، کسی که اگر کتاب نویسد حدیث اینما الاعمال بنوت یکم سرشویش مناد گفتم، برای آنکه این حدیث دعوت به اخلاص عمل میکند، خالصا لله عمل کردن به امر میکند، تا اینکه این مسلمان یک بار خودش تفتیش کند که آیا همین عملش خالصا برای الله است یا نه. این حدیث اولین حدیثی که ما با سند متصل تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم از استادم محمد الحسن الددو شنقیطی حفظه الله شنیدیم. و عالمای حدیث میگن که کفا بالمرء شرفا ان یکون اسمه فی ادنا سلسله اسماها اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای شخص مسلمان کفایه است که با آبرویش و به شرفش نام وی در یک سلسله نامهای باشد که پایانند پایینترینند نام وی باشد و بالاترینند نام رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. بنابراین یک حدیث رسول الله، همین حدیث مناسبت بدایت کتاب برای شما همچون اکرام و حرمت با سند متصل میگویم. هر یک کلمه ای که عن گمگر معناش این آدم از بالانگی آدم گرفته ای گفته ای گفت. حدثني شيخ محمد الحسن بن محمد الدد الشنقيطي حفظه الله تعالى ورعاه
قال فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود الهاشمي عن شيخه يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن العموم الصباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن العيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن الإمام الحجة الحافظ أبي عبد الله أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري قال في صحيحه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو إلى امرأة ينكحها گفته همین قدر یعنی مختصر روایت کردم بدایت صحیح بخاری و سپس دویم جانده گفتن که حدثنا عبدالله ابن مسلم تقال اخبرنا مالکون عن یحیی ابن سعید الانصاری عن محمد ابن ابراهیم عن علقمت ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فديق الله سكت روايات كرام دو يوم بو حف مراتب صحيح بخارين ده از هفت استاد روايات كرام إن حديث حديث كي حديث غريب است معنوي غريب از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگانه عمر رضی الله عنه روایت کرده دیگر کتاب ها در بعضی صحابه ها رفته رسیده لیکن آنها ضعیف همش یگانه طریق صحیح طریق عمر رضی الله عنه و از عمر یگانه از تابعین علقمه ابن وقاص شنیده یگان کس دیگه از عمر گرفته که نه این حدیثه با وجود بزرگیش و از علقمه یگانه شخصی که گرفته که این محمد ابن ابراهیم تیمی و از محمد ابن ابراهیم یگان کس دیگه گرفته که غیری یحیی ابن سعید انصاری و از یحیی ابن سعید انصاری شیخ الاسلام میگن که تقریبا 200 کس گرفته که سنه فهم شده برفته که مونند ایمون مولیک سفیان ابن عیینه سفیان ثوری حمود ابن زید ابن درهم حمود ابن سلمت ابن دینار و غیره امام های مشهور از یحیی ابن سعید انصاری روایت کرده که سنه فهم شده که هم به غریب مگن غریب اون حدیثه که آن پیامبر یک کس روایت کرد که آوای یک کس هم خیلی عمدگی تا یک در جای معینه هم به امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری همین حدیث کرد شروع کرام حدیث انما الاعمال به حدیث غریب کتی و حدیث غریب کتی انتها کردن حدیث ابو هریره رضی الله عنه کتی صحیح بخاری به خاتم رسوندن که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم دو کلمه است که به پروردگار محبوب است دو اسم دارد ثقیلتان فی المیزان ترازوی وزنین زیر میکند خفیفتان علی اللسان زبان به سبوک است سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم همین حدیث که حدیث بخاری تمام کردم حدیث غریب وقتی که یکی از استادان شیخ عبدالمحسن ابن عباد و وقتی که سوال داده شد چو امام بخاری صحیح بخاری حدیث غریب کتی سر کرده غریب کتی ادا کرده است دیگنده آن عالم جواب داد که شاید که قصدش الله تعالی میدوند شاید که حدیثی بدأ الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا و توبا للغربا یعنی اون به قید کرده گذاشته گوشن یعنی همون به بناهان شاید امام بخاری این کتابش نویسته گوشن مقصد اسلام
غریب شروع شد. دین اسلام وقتی که پیغمبر اومد غریب بود، عذاب بود، پنهانی بود، ترس کتی بود. و سیعود و غریبم ها نگفته با همی خیل میشه دفتن تو با حال الغربا خوشا به حال غریبا افتن، یعنی دو حالت هم ده ما بیننگی ها و نه، یعنی اونهایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم عذاب و شکنجه ها دیدن در بدایت اسلام که آنها غریب بودن، صحابه های اولین من المهاجرین خاصتا، و آنهایی که در آخر زمانی که ما در این هستیم، یعنی اینها و هستن آچه خیلی که بعضی عالمان میگویند که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، سمعت اهم درجه بلندترین روایت حدیث است. اگر شما از یک استاد یا از پیغمبر یا از عالم نقل میکرگی شوید یک گفه، اهم درجه بلندترینش گوید که من شنیدم که میگفت، یکان واسطه نیست، خواندم دیگه چی؟ برای اون که خواندن اند آدم دخل سخل فهمیدنش ممکن، شنیدم بهترین مرتبه علمگیری شنیدم میشه از استاد. سپس یعنی پیشین زمان آنده استاد به شاگرد میخواند، استاد گوش میکند، چه خیلی که قاری خواند ما گوش کریم، یعنی اقرار میشه. این دویومین مرتبه، یکومینش استاد خودش میخواند شما گوش میکنید، یعنی هر دوشم حاصل درسی مونده برای اون که سندی متصل که گفتیم و شنیدتون. و بعضی یعنی بعد این از کتاب گرفتن میشد که این درجه پسترین علمگیری از کتاب، من کان شیخه کتابه فخطاه اکثر من صوابه، کدام آدم استادش کتابش شود اگر خطاگیش از درستش بسیار میشد. بنابراین نادرست است از کتاب ها به واسطه استاد درس گرفتن، خاصتا کتاب های درسی مانند صحیح بخاری، و نادرست می شمارم من ترجمه از بخاری کتاب خواندنه، ترجمه صحیح بخاری، برای اینکه خطا می فهمم، برای اینکه حدیث های ناسخ و منسوخ است، حدیث هایی که منسوخ شده گی و صحیح است لیکن حکمش منسوخ است، بخاری این دهه افته سنی داد افته و یک قبل می رد از جهتی جهل، از جهتی بیسوادی، یا اینکه بخاری این ده باشدن و یک قول یک صحابی است، قولی صحابی که دی قولی پیغمبر اگر مخالفت بیاد، اگر قولی پیغمبر مقدم کرده می شد، یا اینکه مفهوم یا منطق های اصول فقهنده، منطق نطق کرده شده گی، مفهوم فهمیده می شد همون گپ، یعنی مفهوم که دی منطق اگر تعارض بیاد مفهوم پفته می شد، این غلبه مکنه. دیگر حدیث هایی که از این حدیث، این حدیث شاید عام باشه، یک حدیث هایی که دیگر جانده اینا خاص مکند آمده، طالب علمی که یک آدم عامی که نمیداند ترجمه های روسی و تاجیکی گرفته میخواند، سببی امروز رویه های تندروی که برامد سببش هم یکی اصلا باشم این است، نظر نفهمیدن پیش استادان در نخواندن کتاب های البانی و کتاب های بعض عالم های کتاب های ترجمه شده کشه خواندگی، اکتابی ترجمه شده کشه ساده حدیث ضعیف و صحیح مگد. عجایب امام بخاری، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد یعنی تقلید نمیکنه، میگوید که تقلید درست نیه، ما قرآن و سنت میگیریم، میگوید سنه اومده البانی و تقلید میکنه، البانی اصلا حدیث صحیح گفته اگر گپ البانی میخواه، این هم از جهت جهل، از جهت بیسوادی پیش عالما. امام مالک میگوید که تا من به 70 تا اهل مدینه عالماش شاهد نشد که من برامده مردم درد کتگیم نیه، 70 تا عالمای مدینه گفته که امام مالک من شهادت میتیم که درس گفتم به سزاوار، فتوا دادم به سزاوار، گفته که سانی برامده درس کتگی، این کار عبدی نه که آدم برامده من چیز حرام، من چیز حلال، این چیز بدعت، این چیز نادرست گفته مردم برامده گفت، علم ندارد، سواد ندارد. پیشینه مردم بسیار سالهای دراز تعلیم علم میکره که بله خود امام ابو حنیفه 40 سال تعلیم علم گرفته، سانی مردم به درس گفتن از جوانی، حالی تعلیم نگرفته است، حالی عربی نمیزند، برای مردم حلال و حرام و یعنی بدعت و خرافت اگر میزند، بنابراین نادرست است، باید از استاد گرفت. اما بیان حضرت عمر گفتن که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، این همه درجه بنا حاضر زمان به یکمینش از استاد شنیدن از زبانش، بهترین طریقه طلب علم، این غنیمت دانستان در کار بوده گیشه. دویومینش و واسطه کسیته ها یعنی گرفتن، چونکه آواز از استاد و آوازش شنیدن بهتر از کتاب خونده فهمیدن، چونکه پیغمبرای الله تعالی فرستاد، کتابهای خودش نفرستاد،
پیغمبرای فرستاد تا اینکه مردم رو بیان کنن، لی تو بین للناس ما نزل الیم، توی ما فرستادیم تا اینکه تو بیان کنی مردم به قرآن نازل شدگی. همون قرآن هم همون کتابی بودگی هم باید یک مردک در کار که بیان کند بیا. کتاب ها خودش دعوت نمیکنه، کتاب خوندن که آدم پیش نمیره، کتاب خوندن که چقدر آدمو خطا خوندگی خطا فهمیدگی. هم بعضی عالم تصحیفات المحدثین، تصحیفات العلماء، خطاگی های عالم گفته کتاب نویسیدگی. نقل میکنن که مثلا یک کم فلان عالم فلان کتاب خوانسدگ بود و فلان جای فلان خیل خوند و دیگه خیلی معنوم برد. هم به یک آدم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواند که حبت السوداء شفاء لكل داء، دانه سیاهی یعنی سیاهی دانه به همه دردا شفا است. و حبان به یخت بشای اونجا تا پشش تگوده است حیه شده است زودتر نقطه شده گی. یعنی عالمان پیروی نقاط نکنن مو نقطه ها میبیاد میبرود، نقطه نبوده گی پیش اصلش. وقتی که دوتا نقطه شد حیه میشد، موری سیاه میشد. موری سیاه چیم به درد برای تمامی دردا شفا است. موری سیاه میگرد و چیم میمالد کور میشد. و این خیلی قصه ها بینیار عجایب و بعدش خنده آور، بعدش یعنی گریه آور. کتاب خطا خوندگی بخاری اینگی بابای خطا خوندگی یک خنده تا همی بیاد عجایب، یعنی بیفهمی وای بینو سببش به استاد خوندن، نزد استاد به کتاب خوندن نکن. مثلا کتاب شما اثرش تا آخرش شما خوانید و استادتان گوش کرد، اگر خطا گوش درست کند، اگر علاقه شما زبانتان برو میشد. بنابراین درست نیه که آدم از خودش تعلیم میگیرد. سما اوچکم، ما سما اوچک گفته تعریف کنه، این جای تعریفیش نیست، اینانده این جای زم. بلکه عالم ها استادای خودش کتاب به مدر آوردگی معجم کرده، یعنی استاداش بعضی عالم ها های نام استاداش سری حرفش الیف کدی سرموشدگی هاشه کتاب الیف بنویستگی، یعنی از فلان چی درس گرفتم و فلان چی تولد شد، فلان سال تولد شده، فلان سال مرده بود و آوای فلان فلان کتاب درس گرفتم. همین خیلی کتابی الیف ادا شده، کتابی با سر میشد استاداش که نامی با کتی سر شده گی. همون با هر چقدر استاداش بسیار باشد، اگر همون قدر این فضیلت عالم بود. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، رسول معناش لغت عربان ده سفیر، رسول معناش سفیر. همون با فرشته هایم رسول افته میشد. خدا جبریل افت که رسول الامین، جبریل یک فرستاده امانت نگهدار است. وقتی که بعضی ها خیانت میکنند سن نعوذ بالله، همون جبریل فرشته هم حقش به گفت دیگه او دموعی، یعنی محمد بنا وارده دیگه کس با وارد. الله تعالی رد داده گفت که امین، این جبریل امین است، امانت نگهدار است، امانت به خیانت نمیکند. وحیه همشه وارده رسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، رسول بود و پیغمبر هم رسول، یعنی معناش فرستاده. الله تعالی از بین مردم بعضی انسان های اختیار کرده و رسول میکنه تا اینکه مردم به حلال و حرام، حق و باطل جدا کنه، مردم راهی راست به هدایت کنه. اگر الله تعالی پیغمبرای نفرستاند، انسان ها به سوی میل، به سوی حیوانات میکنه، یعنی بی اخلاقی و بی آدابی رو خون ریزی میشد روی زمین، اگر این خل یعنی هدایت و تعلیمات آداب و اخلاق نباشد. اگر بنابراین پیغمبرای فرستاد و رسول های فرستاد، رسول آن آدمی که غیب الله تعالی شریعتی نعود دادگی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم پیغمبر هستند، نبی سوره اقرا کتی پیغمبر شدند، سوره مدثر کتی رسول شدند. پیغمبر فقط وظیفش پیشینه رسول دینش مردم برساندن. بنابراین در بعضی حدیث ها روایت شده است که علما و امتی کانبیاء بنی اسرائیل، عالمای امتی من مانند پیغمبرانی امتی بنی اسرائیل هستند. یعنی که در فضیلت نیو، در وظیفه فضیلت به نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء مگونی ممتحوی عقیده امام ابو حنیفه و محمد ابن حسن و ابو یوسف تقریرشند. یک تا پیغمبر در نزد ما، در اعتقاد ما، از تمام اولیاها بهتر. اولیاها مانند ابو بکر، عمر، شخصان بزرگ، خدا و نزدیک آدم ها، تمام دنیای اولیاش جمع کنید، اگر یک پیغمبری که یگان کس را ایمان آوردگی نه، یگان کس پیغمبریش قبول کردگی نه، همون پیغمبر بهتر همش. لیکن این حدیث، این حدیث ضعیف است، لیکن معنوش همین خیل که اینه که پیغمبر گویا گفته باشن که امتای امام وظیفش خودی پیغمبروی پیشینه یعنی بنی اسرائیل بوین، برای اینکه نبی پیغمبر، رسول فرستاده
رسول دینی ناوکتی می اومد کتابی ناو دینی ناوکتی بعد ایوه یک چند پیغمبر اومده همین دین مردم به میرسند از دیگر فرق شده پیغمبر است به وحی می بیادو لیکن شریعتی ناو اومدگی نبود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول است یعنی از همه از نبی ها رسول ها بهتر هر یک رسول نبی هست لیکن هر یک نبی رسول نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلام بهترینی پیغمبرای و بهترینی رسول هستند صلی الله علیه و سلام سمعت رسول الله الله نام الله عز وجل اسم علم علی الذات این اسم نامی یعنی که نامی که الله تعالی همین که شناخته میشه تمام دیگر نام های همین نام که یعنی نام اساسی الله عز وجل الله است جل جلاله و تقدست اسماؤه اصل کلمه الله الیها یعله معلوهم یعنی از کلمه عبادت گرفته شدگی ذاتی که وی عبادت کرده میشد معبود معناش بعضی هم میگن که این اشتقاق ندارد خلاف بین عالمای لغت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میگفتم صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن به پیغمبر است که الله تعالی در سوره احزاب گفت که ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیغمبر الله تعالی و فرشتگان الله تعالی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند صلوات درود سلام سپاس یعنی ثنا میفرستند پیغام الله تعالی و فرشتگانی که همون قدر ذاتایی که گناهگاری نمیکنن پروردگار در اطاعت هستن شب و روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند یا ایها الذین آمنوا ای آنهایی که ایمان آوردیتان صلوا علیه صلوات فرستندتان پیغمبر با و صلوا علیه و سلموا تسلیما سلام فرستندتان پیغمبر وقت امر کرد الله تعالی پیش از آنکه مسلمانای امر کند اول خبر داد که خودم و فرشتگانم صلوات میفرستانم ثانی گفت که کلمه یا ایها الذین آمنو که آورد 89 یا ایها الذین آمنو های قرآن انده ابن مسعود میگن که اگر شنیدی که الله تعالی یا ایها الذین آمنو میگه گوشت نایکم فانه زیرا که خیر است که تو امر کرده میشی یا یگان خیر و الله تعالی امر میکند یا از یگان بدی توی من میکند اما گوشت نایکریس اگر یا ایها الذین آمنو بودین ما مسلمان هستیم لیکن الله تعالی بهترین هدایتی که ما داد ایمان که هست همون که خطاب کرد ای آنهایی که ایمان آوردید پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام و درود و سلام فرستانید گفته الله تعالی امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من صلی علی صلاتا واحدا صلی الله علیه بها عشرا کسی که من با اگر یک بار صلوات فرستاند الله تعالی وای به 10 بار صلوات میفرستاند پیغمبر به یک با این حدیث های صحیح این موضوع وایمه نه این ده تا چنه هزار بار بسر کمونه که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزنید کسی که من به یک بار صلوات فرستاند الله تعالی باید به ده تا رحمت نازل کنه ده تا صلوات همین فلانچی پیغمبر به صلوات فرستاند گفته مگد بنابراین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات فرستادن بین فضلش بزرگ خاصتا در روز جمعه که بسیار صلی الله علیه و سلام گفته میشد پیغمبر صلی الله علیه و سلام درباره وقتی که صلوات گفتن یک صحابه گفت که یا رسول الله من شب بخسته نماز میخونم و دعا میکنم گفت اصلا یکی دعام به شما دعا کنم یعنی صلی الله علیه و سلام منش دعا پیغمبر الله تعالی پیغمبر به و خیشاوندای پیغمبر به سلام درود فرستند اگر اللهم صلی علیه که در نماز است و بهترین صلوات همون است اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الى اخره تا اخرش همین صلوات بهترین نش اهم کوتش صلی الله علیه و سلام موافق قول خدا که صلوا علیه و سلموا تسلیما اگر یک کس گفت چو آلانه دروردید کلمه او چو ندروردید گفت میگیم که ما آیه رو پیروی کردیم نماز هم حدیث رو پیروی میکنیم صد او علی آل محمد است پیغمبر چقدر تعلیم داده گوشان لیکن هم تو نطقاند صلی الله علیه و سلام میگیم بنابر قول الله تعالی آیه تنده اول ذکر نکرد وقتی که این آدم مفکیم احسه یکش شما دعا میکنم یعنی صلوات حقی پیغمبر به فایده پیغمبر دی آخر دو سلام فرستان درود فرستان رحمت فرستان پیغمبر به گوی مگن سن پیغمبر گفتن که ناز گفتن لیکن باز یاد کنی با ناز گفتن سن وقتی نباشد دوت تشه گفت شما یکتش خودم بگفت
حسین پیغمبر گفتن که نه گفتن، لیکن بسیارتر صلوات فرستونی با فایده خدا گفت که همش نوشت شما صلوات میفرستون هم گفت. حسین پیغمبر گفتن که این خیر باشد، الله تعالی تمام اوی خیال و پرابلمی که سرتان دهی همونه تو نگفته اجابت میکنن. این صلوات پیغمبر صلوات فرستون هم میگیرید همون چکیده خستید سعودار آنر افسوس می قرض می کدام مسئله باشد اگر همون الله تعالی خودش حل میکنه. ما قیام اللیل نمیکنیم سن رسیه و میریم، ما قیام اللیل نمیکنیم سن شکایت میکنیم، از پروردگار نمیپرسیم، کمکه خستن ملال میدونیم لیکن تگی رفته اروسا و کار کردن ملال نمیدونیم، هوای خنوکاند غشت برداری و سیمون برداری ملال نمیدونیم، لیکن شب خسته قیام اللیل ملال میدونیم و از نیم میکند ما. اما قوت بسیار بار برداری کتی نه، قوت خسته توانستن کتی. اما پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لیس شدید و بسرعه، پهلوان آن آدمی که آن نه که آدمای بربند بهشت زنه، اینما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب، پهلوان آن آدمی که وقتی غضبند غضبش داشته میتونه، قین و از بین میبیاد نمیتونه داشته، پهلوان همین آدم گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم. بنابراین حقیقی آدم مهنتگر آن آدمی که قیام اللیل میکند و پروردگار فرمانده میگوید که دعا میکند من قبول میکنم، که از من یگان چیز میپرسد من میتیم چیزی پرسیدگیشه، که گناهش به توبه میکند من چی گناهش میبخشم. با چی در کار دیگه؟ حدیث بخاری مسلم هم مانند قرآن تواتر است، متواتر است. خب سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم نام پیغمبر شنیدم به صلوات فرستادند. حکمش چی؟ بعضی عالم ها میگن واجب است، یعنی هر باری که پیغمبر نامشون شنیدید می باید صلی الله علیه و سلم گویید. هم با اهل علم بعضی عالم ها میگن که روز قیامت از همه پیغمبر به نزدیکترین آدم ها محدث ها، آنهایی که حدیث از یاد میکنن، علمی حدیث که مشغول هستن، برای آنکه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته هم میگیرد و پیامبر به صلوات فرستاده هم میگیرد. الله تعالی میگوید که یوم ندعو کل اناس بامامهم، روز قیامت روزی که ما همه آدم های پیشواهای خودشان که دعوا میکنیم، عالم ها میگن که عالم های حدیث از قفای پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنده میشن، از جهتی بسیار صلوات فرستاندنشان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ابن القیم در باره صلوات یک کتاب نوشته، یک مجلد غوث، که اگر در باره صلوات معلوماتی وسیع خواهد برمیگردم. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگفتند، سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت های قولی میشه، یعنی زبانی، سنت های عملی، سنت های تقریری، یعنی اقرار میکنن پیامبر کاری یک کس خطا گشه توغری گشه یا جان کرمیتیان یا توغری قبول میکنن، این هم سنت است. یعنی که وصف پیغمبر، صفت های پیغمبر اگر صحابه ها نقل کند حدیث است. یعنی شاعری متأخر دیر آمدگی شاعر اگر پیغمبر مباشرتا تعریف کند و حدیث نه، یا مثال من حاضر هم توی استانبول گم که پیامبر این خیلی بودم گمو صحابه و نسبت نده حدیث به نسبت نده، اما حدیث نه شاعر یکان عالم تعریف کنه حدیث نه، که صحابه تعریف کند و دیدگیش مگر حدیث، اما مویا هم صحابه و اعتماد کرده گویم حدیث است. یعنی صفت های پیامبر صلی الله علیه وسلم این چی؟ حدیث است. اینجا نده حدیث قولی، یه قولو میگفتم پیامبرشون ایدم که میگفتم اینما الاعمال بالنیات، اینما در لغت عرب به معنای حصر، عدات حصر میگن، یعنی اینما یک از جمله کلمه های حصر، حصر گفتگیش این کلمه میبیدو بعد خودشانگیه اثبات کرده غیر اینه انکار میکنند، یعنی معناش اینما فقط گفتگیش، اینما فقط و فقط و فقط گفتگا، یعنی تأکید اینما الاعمال بالنیاتی، و البته نتیجه عمل ها وابسته نیت با نتیجه عملتان، عمل کرید، مسجد ساختید، عمل می ثوابش الله تعالی دادنش در کار می وابسته نیتتان با. اگر نیتتان یک مردم من تعریف کند باشد اگر نعوذ بالله، همون با اجر می گیرید، یعنی عذاب می گیرید برعکس. و اگر نیتتان خالصان لله باشد، نیت بسام می کلانی عمل، بزرگی عمل، خشروگی عمل به نگونه میکند الله تعالی. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم
ولكن ينظر الى قلوبكم. الله تعالی جسد شما، جسم شما، زیبایی شما، لباسای شما نگاه نمیکنه، ولیکن دل شما نگاه میکنه. مسجد کلام و 3-10 سال مهنت طلب کرگی، زیاده از 2000 تا خدمتگار استوها طلب کرگی، یعنی همین قدر آدم صرف شد، 10 سال وقت صرف شد، کلام زیبا یک کم جا، لیکن الله تعالی این بنیگو نمکنه، نیت بنیگو کنه، نیتی سازندش بر. اینما الاعمال بالنیات، البته نتیجه عملها وابسته نیت به حق، خلاص دیگه چیز به نیفته ایگم. اینما همین معنی داره، یعنی تمام عملهای ما نتیجهش نیت به وابسته، نه اینکه بزرگیش به، درازش به، خشلوگیش به، کلانش به، نه صفتش به، نیت به وابسته، فقط نیت خودش به، خلاص. این چیزا اندر یادگار نمکند، خواه این طرف قوت ما نمشد، این طرف خشلوکو و اینش نظر به نمیگیرد، میپروردگار نه نظر به نمیگیرد. اینما الاعمال بالنیات، البته عملها وابسته بر نیت است. همون بیم امام بخاری رحمت الله علیه کتابشون این حدیث کده شروع کنم تا اینکه آگاه کنم خودشونم و قاری هایم آنهایی که کتاب میخوانم که نیتتون خالص کن تا برای طلب ریاست، طلب پادشاهی، یعنی طلب به آبروی شدن، طلب امام و پیشوای مردم شدن، یعنی همه منه حرمت کند و این چیز بشه طلب نکن تا، یعنی اینکه برای پول دنیا شده نخوان تا. عجایبش بعد دیگه دولتان ده صحیح بخاری میخوندی هم برای کسلی دور شدن، بلا نهاندن، برای تبرکی، برای معناش فهمیده عمل کردن، نه هم تو خونده ختم میکری هم. اما بعضی عالم ها گفتیان که این کارات ها نادرست بیدعت هست تو کتاب ها ذکر کری هم، خلقی ما اقل هم بیالای خالا صحیح بخاریش نیستم، عیب است مسلمان خانشان قرآنش نموشد و صحیح بخاریش نموشد. بهترین کتاب عالم اسلام هنده، بلکه تمام عالم هنده، از روزی که الله تعالی زمین و آسمان و خلقت تا روز قیامت، بعد کتاب های آسمانی صحیح بخاری، امام بخاری کتابشان، عیب است که نباشد، باید هم هنده شدنش زکار عربیش خودش خواستا و تعلیم گیریم. یک آدمی که حقیقی تاجیک است، بخاراگی، بخاران تولد شده بین بخاره سمرقند خرطنگ گفته که جانه وفات کرده، چه خیلی که در پایین انشالله در بارشان سخن بکنیم. حدیث اینم الامال و بینیاز کسی سر کنم تا اینکه نیتی خودشان یه بار آگاه کنن که نیتی من درست است یا نه. این حدیث به نهایت حدیثی بزرگ، هم به امام شافعی گفتن که 70 بابی فقه به مدارات کتابی تعارض به دخلش های دراری میشد. برای چی؟ یک آدم جنوب ناپاک آدم لبی بحر برفته تماشاکر ایستاد که یک آدم اونو تیله داد، غلطی غرق شد، آبا برو ما پاک شد می نمی پاک نشد بنابر حدیث، چونکه وی نیت کرگیش نی تازه شد، لیکن ممکن عملها وابسته بر نیتها است، نیت کرگیش نی هولی. یا اینکه بعدی خفتم شما یک حاجت خانه دارم دیدو دستم شما افته یک بارا تارت کرید حوش و خیال کرید، نیت کرگیتا نی تارت. بنابر همین حدیث میگون که تارت اشارت نی باید یک دوستانی قرآن نقفتی، چونکه شما نیت کرگیتان اینم الاعمال بین نیت، عملها وابسته نیت با شما، اول نیتی تارت نکرید صبح که هم تو یک عادت با این دست رو شدید. بنابراین این همه باب ها میدارد، کتابی طلاق و میدارد، اگر راه خانی بود به گمشه و گدو پر رو طلاق نیت کنه طلاق میگالد، و یا غلامش مثلا آزاد کرم گد، یا مثلا غلام هم گفته دیگه کسا آزاد گده گر میگالد. هم به امام بخاری 7 جای صحیح بخاری ده ذکر کرم، من جمله کتاب حیله هم ده ذکر کرم، کتاب ده باری حیله ها، حیله برای آنکه پیش آدم ها حیله میکرگی، مثلا ساعی زکات اگر بیاد، اگر آن آدمی که زکات میچیند چیل تا گسفن به یک تا گسفن میتید، یک تا دو 20 تا گسفن به دوتا میتید، چیل تا گسفن به یک تا، یک تا دو 20 تا و دوتا، همخیمی؟ یک تا دو 20 تا و دوتا، انا کن این آنه چیل تا گسفن ده شنه، این آنه یعنی چیل تا گسفن ده شنه شنه ایدن که آنسوس گسفن زکات گرک، هر دوشه یک تا قرآن بطن 80 تا میشه، 80 تا یک تا زکات واجب، یک تا دو 20 تا یک تا میشه ده، اچیل تا یک تا دو 20 تا یک تا گسپان، تا یک تا دو 19 تا، یک تا دو 20 شود سونه دو تا میشه، این دو تا چیل یک تا کنه، اگر چون کنه 80 تا میشه، اون یک تا گسپان میگرد، نیم تا گسپان میپرد تا سونه، اگر همین بشه که گوشه
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayni ko'rinahay ekan. Lekin xabarash ni ayni qilib ko'ro. Bu yo'g'u fakum o'v qiyin so'z. Chilta go'sfandada taxtoyu men ko'rayman ba. Yaqtimo poyim o'xi, duqas avorona shavab. Ufta jam qirutki pagavoz zakotchi omat. Yaqta go'sfand mityar, gunohkor namishat. Innamal a'malu binniya. Chunki niyata shoiron nabut sarashanda. Hami xilmi? Fahmtomi masala hami xilam ba kitobi hila o'vardan in hadisa. این حدیث 70 باب بیاری چونه هم ایراد هر جاوه یعنی مثلا زکات براردی چیمو هزار دولار قرض دار شما یعنی زکات براردی کمبغل دوزن تون دکن اه کمبغل قرض دار آخه زکات حقی شما نه حقی کمبغل هم با براردنی بودیدو با یک مالی دانولو داباری مچیدو وای گلزم اونو نگر حواستان امودو دادید اینجا با سامی پگشو رفته همون زکات گوید نمیشه چونکه نیت نکرید وقتی برار سرین با اینجا هم تو به نیت کرید هم تو خیرات اضافه از زکات زکات واجب بعضی صدقه هایی که واجب نه هم تو نوفیله شما اونجا نوفیله نیت کرید بودید فرض نیت کرید نبودید بنابراین گردنتون هزار دلاری زکات تون ایسود هست هم به اینما الاعمال بالنیات نماز زکات روزه حج همه نمودی عبادت ها تا آخرش 70 بابی فقه بچخله که امام شافعی گفتن میدارم انما الاعمال بالنیه عمل ها نتیجش وابسته نیت با این مثلا دلالت میکند که انسان باید خالص برای رازگی پروردگار عمل کند الله عز و جل میگوید که و ما امرو الا لیعبدوا الله الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین آنها یعنی یهودای نصرانی ها امر نشدند مگر چرا امر شدن لیعبد الله مخلصین له الدین تا اینکه پروردگار را عبادت کنن خالص یعنی برای پروردگار شده عبادت کنن خالص خدا قرآن میگه که لبنن خالصا شیری خالص میگه برای اینکه سب سفید شیر خالص یک چیزی 100% اگر از تخته باشد خالص از تخته میگیم 100% از تیلا باشد اگر 100% خالص تیلای تازه میگیم عملایم باید خالصاً لله شود نیمش آدم هایو نیمش الله تعالی نشود که الله تعالی حدیثی قدسی نمود که من عمل عملاً اشرک فیه معی غیری کدام آدم هایی که من عمل کندو من به دیگه کسی شریک بیارد ترکته و شرکه خودش هم ترک میکنم و شریکش هم در بعضی روایت ها انا خیر و شریکین آدم بود که من بهترین شریک ها دنیا در شریک ها یک دیگه خیانت میکنند شریکا ظلم میکنند حرکت میکنند که شریکش فریبتید و خودش بسیار تا گره 700ش من به 300ش تو میگود چونکه من بسیار کار کردم حرکت میکنند که بسیار گرد الله تعالی قرآن میگود که این کثیر من الخلفاء لیبغی بعضهم علی بعض بسیار شریکا در دنیا بعضش بعضش به ظلم میکنند بنابراین شریکی و آدمای ما تحذیر میکنند شریکی نکنید گفته تحذیر میکنند الله تعالی هم گفت که شریک ها بسیارش یکدیگرش فریب میدید گفت لیکن الله تعالی هم گفت که من بهترین شریک هستم اگر بنده یک عمل کند برای رازگی من شده صدقه کند مثال برای رازگی من شده باید هم کسی دیگه هم شریک بیارد یک گفت که من اینا آدمی سخاوت من سخی کریم بودیم گفته مثلا بلش بیاد وقتی برارد اینه نیت کند اگر آدم هایم شریک آوردی پروردگار به یک کاری خیره کدو روزگی پروردگارم امید کدو روزگی مردمم الله تعالی من بهترین شریک من همیشه شریکم میتیم یعنی صدفایی شریک به یعنی ما آدموی تعریفش میموند خلاص بلکه الله تعالی وای به عجر نه الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خطاب کرده میگوید که وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ در حقیقت تو وحی دادیم وحی داده شد و پیشینه پیغمبرهایم وحی داده شد که اگر شریک بیاری پروردگار به عملات همش بیهوده میشد کی شریک بیارد پروردگار به عملش بیهوده میشد پر را اگر اخوانتان نیت کنید که همین نماز برای مردم بیند که من نماز خوان گفته بید به نماز باطل اما از خوانتان برام دید نمازتان خالصان لیلایو میجا اونم سال دورم دراز کرگیتانو شروع کرگیتانو سجدان در بسیار کرگیتانو برای مردم شده کنید اگر نمازتان قبول لیکن من موندگی هشو زیبا کرگیتانو دراز کرگیتانو سجدان در بسیار سجدان بیهوده یعنی اعتبار داده میشه 10 سوم برا وردید نیمش الله تعالی و نیمش مردم شد همش بیکار میشه چون اینه تقسیمش نیست
لیکن دستم برورم خالصان الله هیچ کی دیده کش نیه بعد یه ازم دستم برورم پیش مردم آنده برای مردم ایناش باطل میشه ایناش میستم یعنی آن عملهایی که تقسیم نمیشه همش باطل میشه بنابراین انسان باید در تمام عملها خالصان الله کار کنه خاصتا در عبادت صدقه و در عبادت حج که بعضی عالمان که الاخلاص فیها عزیز این دو تا عبادتان خالصان لله کار کردن قیمت قیم رسا عبادت حج عبادت صدقه ده. صدقه بسیار آدم باید اعلان شدن شکر که فلان چی فلان قدر یادم کردن مثلا حرکت کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هفت نفر روز قیامت سایه شو میگرد روزی که سایه نیست آفتاب پیش گردن آدم ها میفرود بعضی آدم ها تا شکم میشه بعضی ها تا گلیش بعضی ها لجامش میشه لجام میشه عرق کش کتم عرق به غوطه میزند و غیر هفت نفر آدم هایی که الله تعالی هفت گروه آدم هایی که الله تعالی به زیر سایه خودش میگرد یک تی همون هفت آدم و رجلون تصدق بیمینه یک مردکی که دست راستش که صدقه کرد فاخفاها سنه صدقه کردش پنهان کرد حتی لا تعلم شماله ما انفق یمینه حتی دست چپش نمیدوند که دست راستش صدقه کرد همین خیلی آدم های الله تعالی روز قیامت سایه میگرد همین خیلی دید که تنها این دفید غیری پروردگار دیگه هیچ که نداند بنابراین یک آدم خواست که همین حدیث به عمل کند خالصا لله عمل کند مفته شبانه تاریک برامده صدقه کرد دست یک آدم پول موند که پر روز مردم قبض دادن که دستی آدمی دوز به صدقه کرد شده سمیشن الکی دوز به صدقه کرده قبض دادن اوه گفت این صدقه من تاریکان داده که دوز به قبض دسته گفته والله لا اتصدقن اللیل قسم به نام خدا که این شب گشته صدقه میکنم این شب برامده صدقه کرد دست یک زنک به افتی پر روز مردم قبض دادن که یک زنکی فاحشه زنکی گناهگار بود که صدقه کرد اوه گفت این چه گو صدقه های ما جاش به نمی افتاد آدمی سزاوار به نمی غلطاد والله لا تصدقن اللیل قسم به نام پروردگار که این شب گشته صدقه میکنم این همش عملای خالص عملی خالص اگر چی نوعی ذره بوین بوشدم وای در نزد پروردگار قدر و قیمت دارم عملی که غیر پروردگار خواسته شده کی وای عمل گرچند کی مانند کوه احد بوشدم قبول نیواد هم با عبدالله ابن مبارک مونگی رب عمل صغیر یکبره النیه شاید اگر عملی مایده چه نیت کلام میکنه و رب عمل کبیر یصغره النیه و گاه عملی کلانه نیت مایده چه کردم پتاد بلکه مینو صفر اردم سنه تحت به این جنده بای مردک وقتی که سیوم دف گشت نیت کرد برامده صدقه کرد یا دست یک مرد دافتید پس روز مردم گوزدن که بای بله که صدقه کرد بای بیان صدقه امتیاد می آدم با آدم و گوزدن سنی دقیق شد که چوب گفت پروردگار هدیه من قبول نکرد این عمل خالصیش کی ندا آمد کی نه پیغمبر نقل کرده این سفسطه نه دروغ نه پیغمبر نقل کرده صلی الله علیه وسلم از همون آدم یعنی میخیل شدگی زمان های گذاشتن رفته که ندا میبیاد که هر سه صدقه توی هم قبول شد گفته همین فضیلت به سبب خالصان لله کار کردگیش اما صدقه یکمه که برای دوز دادی دوز بسم الله گفته شب به خواب سیر شده روز به خواب رفته شب به بروندگی بود که دستش به غلطید بیند گفت میرسد تا پگیه شد گفته گشته در اومد یعنی خوابه دوزیه امجبوریه میکرد دست وقتی که پول گریف بس گفته در اومد برافت یعنی یک روز از گناه باز استاد می یک روز مالی مردم هیماینده ماند می به سبب صدقش قبول شد صدقه دفتن و زنکی فایشه که برامده که بود شب به تاریکی و بی شرم و حیاش که های روز به همه میبینه شب برامده که بود تا اینکه همین فایشه کندو پول و مال گران دارد یعنی دید که دستش پول افتید کفایه از رزقی فکر اینم بفت دارامد همون بایم پیامبر بیوزن آه و یتیم آه صدقه کن تا افتن که یتیم با برامده دوزی نکند بیوزن برامده بازینا نکند هم با وحا یاردم کرده میشه هم گفتن که الکافل الیتیم و انا کهاتین یتیم به نگاه میکره که آدم که من روز قیامت انا مقدر به اینا مفتن هم خکره اشاره کرن سیومینش وقتی که آدمی این صدقت هم قبول شد هموش شب زینا نکرد و عیزه نکفت سیومینش بای به
як ибрат шуд ки бои гуфтасти ки хе корам кара накор дасте гуфта як халашун бе ва ям кун диге касо додана шакурта ва ям ибрат гири а амин ну бронда чи садақа каду бинобари садақа ҳои ту қабул гуфта нидо омад ин ҳамаш барои шарофати холисан лиллоҳ амал карагиш انما الاعمال بالنیات عملها وابسته بر نیتها است نتیجهش همه عبادتها بنابراین بسیار انسان هر روز بلکه نیت خدای را تفتیش کند هر نماز هر عبادت که میکنید باید تفتیش کنید اما بعضی عالمان میگن که عادات العلماء عبادات عادت عالم عبادت است عادت همین خوردن عادت است لیکن عالم عبادت است و عبادات الغافلین عاده و عبادت آدمای غافل عادت است پنج وقت نماز میخونه لیکن آدمی غافل که از معناش نمیفهمد اعتبار نمیده به عادت بو این گپ خود اوقات خورده چای نوشته بو این گپ وقت و ساعتش به یعنی هر روز به چخیلی که سه بار تمام میخوره همون خل سه بار چی خود پنج بار نماز خوندگی بو این گپ گفتم خلاص یعنی ان شاء الله در درس آینده حدیثه انشاءالله شروع میکنیم دوامش به و حالی بسیار جاهایی که بالانده یعنی گذشت شهر ندادگی موندیم از یک دو نفر طالب علم مثلا وصیتی من همین که همین مثلا درس های گرفته نویستم مثلا کلمه ای که ام گفتی من همونو مثلا روشک سرخ کتی نویسته پایینش به هر یک کلمه ای که زیری ام بگفتیم نویستم و همین خیل هر یک کلمه های مثلا کلمه های مطمئنده بودگی نویسته پایینش با هر یک سخنی که زیر همین کلمه رو سخن کریم نویسم تا اینکه درس آینده با گشته همون کلمه رو سخن کنیم اگر با گشته میگیرد و اینه تگی همون کلمه رو جواز میکنم حتی که یک جمع میشد و یه تکرار و این یک شنیده برفتن که نه این این مسئولیت گردنی شما با از گردنی من فرومد واجب گردنی شما بوزنش یعنی هر یک آدمی که درس میشند امانت گریف وزنینی الله تعالی مود که الله تعالی ما امانت کوه ها و دادیم کوه ها سپردنی شدیم فابین ای یحملنها و اشفقنا کوه ها این کار کرد اما نمیگیریم و حملها الانسان لیکن انسان برداشت کرد مگد بنابراین امانت این امانت علمی هر یک انسان وقتی که شنید باید عمل کند باید کوشش کند این درس های تکرار کند که از یاد فراموش میشد نویسد و همونو مراجعه کنند و که اگر اون خوش رو کرد نویسد اگر حدیث تو رو تمام شد اگر سنیم او پیشکش میکنند.